کاپیتان کریستوفر برزو بهنام، خلبان ساکرامنتو کالیفرنیا، به ما پیوسته. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای کاپیتان، من دیدم که بعضی فرودگاه‌هایی که خیلی باند کوتاهی دارن، مثل مثلا کورشبل در فرانسه یا سن بارت یا فرودگاه مرکزی لندن، میگن که مثلا بار زیادی نیارید تا هواپیما بتونه راحت‌تر از زمین بلند بشه. ولی چقدر مسبوق به سابقه است که مسافر رو پیاده کنن؟ اصولا سعی میکنن که هواپیما رو اورلود نکنن، یعنی اگر بخوان هواپیما با یه وزنی باید بلند بشه، رو همین حساب اصولا سعی میکنن کارگو کمتر باشه، ولی مسافرات بتونن برسن به جاشون برسونن و فرداش فرسون کارگو رو بفرستن. و این تصمیم هایی هستش که توی مهماندار نمیگیره این تصمیم ها، این از خود دیسپچ، از آپریشن به خلبان میگن که فرسون تو اوورویت هستی و ما پس که کارگو تو کم میکنی که تو بتونی مسافرها رو همه رو ببری. چطوری میفهمن که به قول شما اوورویت یا وزن اضافه داره؟ آیا تجهیزاتی وجود داره که نشون میده وزن هواپیما در هر لحظه چقدره؟ بله، این خب همه اینا باید حساب شده باشه. هر هواپیما یه وزنی داره برای تیک آف و برای لندینگ، و اصولا ما هواپیمای بزرگتر چون بنزین زیاد میزنیم، تیک آفمون وزنش بیشتر هستش تا لندینگش، ولی همینا قبلا حساب میشه چقدر بنزینه، چند تا خدمه توش هستن. برای اصولا برای مرد حدود 175 پوند استفاده میکنن، ببخشید 200 پوند، برای زن طرف 150 پوند، که این میتونن بذارن تو ویت بالانسش و بنزینی که هواپیما میزنه و چه رانوی دارن تیک آف میکنن، یه رانویش کوچیکه یا نیستش. و بعد از اون بستگی به خلبان داره که چه نوع فلاپس استفاده بکنه برای تیک آف لندینگ. اگه فلاپ 1 یا 2 استفاده کنه، خب بیشتر مسافت باند احتیاج داره، ولی بره فلاپس 5 یا 10 15 میتونه زمیناشو کمتر بکنه که بتونه تیک آف کنه. آره، همونطور که گفتم تو امریکا اصولا ما مسافر رو میبریم، اگرم قرار بشه چیزی نره، هم مسافر باید بره هم بنزین، به غیر از این دو تا، یعنی بنزین باید باشه، کارگو رو کم میکنن، بعد کارگو رو روز بعد میفرستن. ممنونم از شما کاپیتان کریستوفر برزو بهنام، خلبان از کالیفرنیا با ما.